آقای تغییر زده آمریکا تعهدات ایران در برجام رو حداقل مطالبات ایالات متحده عنوان کرده از نگرانی های دیگه هم گفته اما تو ایران همزمان در حال کاهش تعهدات برجامی هم هستن چقدر غرب میتونه محدود کنه فعالیت های منطقه‌ای و موشک ایران بگذارید اول از نتیجه تصمیمات آمریکا که هنوز شکل بالقوه داره عبور بکنیم اشاره بکنیم به وضعیت واقعی که الان فعالیت های اتمی ایران دارند این فعالیت ها وارد یک مرحله حساس و خطیر و تاریخی شدند حرفایی که آقای علوی در روز و قبل زد تذکری که دیروز آقای روحانی به او داد و به خصوص سارات شخص حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیئت دولت که اعلام کرد اخراج بازرس ها معنیش ساختن بمب هسته است در حقیقت تأکید بر این قضیه بود که دولت و نظام دو سیاست موازی با هم دارند و این سیاست ها به مسیرهای مختلفی ممکنه منتهی بشن ایران عملا امروز در وضعیتی است که کره شمالی در اوایل سال 2006 بود و در اکتبر اون سال مبادرت به اولین آزمایش کوچک اتمی کرد موضوعی که تنها 20 دقیقه قبل از انجام به چین اطلاع داده شد همه گمانه ها حاکی از است که از این است که جمهوری اسلامی داره به سمت آزمایش اتمی پیش میره آزمایش اتمی رو میتونه تفسیر بکنه به اینکه ساختن بمب اتمی نیست برای کار مدنی یا مسائل دیگره ولی با این عمل میخوان هزینه آمریکا و کشورهای اروپایی رو برای لغو تحریم ها به حد اکثر ممکن ببرن و تصور میکنن که در این قضیه باخت مهمی رو تحمل نخواهند کرد این سیاستی است که در تعریف هدفهای اون روحانی با رهبر جمهوری اسلامی اختلاف جدی داره به این اختلاف جدی اشاره کردین های تقیزاده رهبر جمهوری اسلامی دیروز گفته آمریکا اقدام عملی بکنه حسن روحانی هم ورود موضوعات دیگر به برجام رو غیر ممکن دونسته این اختلاف نظری که اشاره کردین چه تحلیلی رو قابل پذیرش میکنه؟ روحانی میخواد در ماه باقی مانده از عمر دولتش مذاکراتی رو با آمریکا و اروپایی ها انجام بده که این خطر فوری تبدیل شدن به یک نیروی اتمی واقعی رو دور نگه داره و ایران رو مسئول نگه داره از یک حمله نظامی پیشگیرانه خارجی ولی رهبر جمهوری اسلامی به این حرف معتقد نیست دیروز خیلی خلاصه این موضوع رو مورد تاکید قرار داد و متاسفانه از دید دیپلماسی دو طرف هنوز در مواضع خودشون ایستادن یعنی مواضع تمامیت خواهی آمریکا که میگه اول باید جمهوری اسلامی از خر شیطان پایین بیاد و آقای خامنه ای حرف آخر رو میزنه و انتظار داره که آمریکایی ها اول تحریم ها رو بردارند این موازه صد درصدی معنیش دیپلماسی نیست البته یک چشمک کوچک دو هفته اونیم قبل آقای زریف زد که از آقای بروئل دیپلمات ارشد اروپا دعوت کرد به میانجیگری و میانجیگری معنیش دیپلماسی است کاری که شاید امروز سه کشور اروپایی با آقای بلینکن برای پیدا کردنش تلاش بکنند ولی البته وقت اون خیلی بلند نیست ممنونم از شما رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو با ما بودید